سلام، من سلماز برقگیر هستم، لایف کوچم. توی ویدیو قبلی راجع به خاطرات بعد، مرورشون و اینی که چه آسیبی به ما میرسونن صحبت کردیم. راجع به این صحبت کردیم که وقتی که هر بار ما خاطرات بدمون رو تو ذهنمون مرور میکنیم، در واقع داریم چیکار میکنیم؟ در واقع داریم یک چاقویی رو داخل زخمی میکنیم که یک بار یک نفر حتی شاید نه تعمدن به ما وارد کرده و اون زخمای باز و بازتر و دردناکتر میکنیم، به این امید که اون آدم دردش بده، در حالی که تنها کسی که درد میکشه ما هستیم. در مورد این صحبت کردم که ما این ریشه این میتونه برگرده به بچگیمون و عدم داشتن عزت نفس کافی، و بعد راجع به این صحبت کردم که چجوری میتونیم بهش نگاه بکنیم. راهکار اول بیان کردم که میتونه در واقع این باشه که وقتی که به این ماجرا، به مرور خاطرات گذشته فکر میکنیم، تنهایی به قاضی، پیش قاضی نریم و در واقع خودمون رو فقط قاضی ماجرا نکنیم و طرف رو بدون اینکه خودش بدونه متهم نکنیم و این خاطرات بد و هی بر نگردونیم تو ذهنمون رو جابجا کنیم، بلکه سعی کنیم سمش رو بگیریم. برای گرفتن سمش بهتون گفتم که در 99% مواقع آدم ها، من انسان، نه بدی میکنم، نه مقصرم، نه گناهکارم، در نهایتش اینه که من یک آدم متفاوتی هستم با طرف مقابلم و بدترین حالت اینه که میتونم یک اشتباه بکنم. اگه یه نفر یک بار با من یک کار بدی رو انجام بده، دفعه اوله که من مظلوم واقع شدم. از دفعه بعد من مظلوم نیستم، من کسی هستم که درهای عاطفی رو باز گذاشتم، از خودم محافظت نکردم و اجازه دادم آدم ها با من این کار بکنن. سهم خودم رو باید ببینم. در بدترین شرایط وقتی که سهم خودم رو میبینم و میبینم که این آدم در حق من یه بدی بزرگ کرده، میتونم با اون طرف صحبت کنم، میتونم با در یک آرامشی و در یک شرایط مناسبی این بحث رو براش پیش بکشم، باهاش صحبت کنم، بحث اون آدمم بشنوم و سم زهر ماجرا رو بگیرم، که وقت تلخی بزرگ ماجرا رو بر خودم برطرف بکنم، که وقتی که به اون ماجرا و به اون خاطر بعدم فکر میکنم، دیگه حالت اون تلخی منو نگیره، مثل یه فیلم سینمایی باشه برم. راه دوم چیه دوستای من؟ راه دوم اینه که روی ذهن خودم بیشتر کنترل داشته باشم. ما چجوری میتونیم روی ذهنمون کنترل داشته باشیم؟ وقتی سمه یه ماجرایی رو بگیریم برای خودمون، وقتی ماجرا رو برای خودمون حل و فصل کنیم، هر بار که ذهنمون میخواد ما رو برگردونه ببره به اون ماجرا، بهش میگیم وایستا، من راجع به ماجرا فکرامو کردم، تصمیممو گرفتم، این ماجرا برای من تموم شده است، دیگه اجازه نداری بریم جو فکر کنی، بگرد بیا. ذهن مثل ماهیچه میمونه، هر بار که باش بیشتر کار کنیم و بیشتر تمرین بدیم، ماهیچه‌مون قوی‌تر و قوی‌تر و قوی‌تر و قوی‌تر میشه. نباید با بگیم، نباید بذاریم واسه خودش بره، باید همش روش کار بکنیم. یکی از تمرینایی که میتونیم بکنیم اینه که من همیشه میگم که بیاین برای خودمون چند تا پادکستی که دوست داریم، چند تا موزیک دوست داریم، چه موزیک شاد، چه موزیک ریلکس، چند تا کتابی که دوست داریم آماده داشته باشیم، توی تلفنمون سیو داشته باشیم. وقتی می‌بینیم ذهنمون ناخودآگاه داره میره به سمت یه چیز منفی، حالمون رو می‌خواد بد کنه، اینا رو پلی کنیم، اینا رو بذاریم، روشن کنیم و بذاریم که ذهنمون حواسش پرت شه و برگرده. این یکی از تمریناست. یه تمرین دیگه اینی که ذهن فعال قبل از خوابمون رو روش کار بکنیم. وقتی اون رو روش درست کار کنیم، میتونیم برش گردونیم، تعمیمش بدیم به طول روز. این یعنی چی؟ من تو بلاگم راجبش صحبت کردم که 3-4 دقیقه قبل از خوابیدنتون رو در واقع دارین چی کار میکنیم، به چی فکر میکنیم. خیلی مهمه که ما قبل از اینکه به خواب عمیق بریم، وقتی هنوز سرمون رو بالش و بیداریم، داریم به چی فکر میکنیم. این خیلی مهمه. خیلی وقتا میتونیم ویدیوهای انگیزه دار برای خودمون بذاریم، موزیک آروم بذاریم، یه تیکه کتابی که دوست داریم با اون بریم بخواب، به جای اینکه با چیزایی فکر کنیم که اکثرشون باز دوباره ذهن خیال باف ما رو میبره به جاهای منفی و ما تو کاروان، از ذهن ما میشه کاروان سرایی، از یک عالم مسافر ناشناس منفی که ما رو مسموم میکنه. پس خوبه که قبل از خوابمون حواسمون باشه که ذهنمون داره به سمت کجان، به کدوم سمت میره، و با اون تمرین، با اون ذهن قبل از خواب رو با ممارست و تمرینی که باش میکنیم، حالا بستش بدیم به طول روز. پس اولی شد زهر ماجرا رو بگیریم، دومی شد چی؟ دومی شد دوستای من روی ذهنمون کار کنیم و اجازه ندیم که هر جای دلش میخواد ما رو ببره.
دلتون شاد و تنتون سلامت.